المبارد خواهد از گردان گردون. میرسد به گوشت این آهنگ موزون، تا تو را سازد تو من یک بار افسون. من که هستم مرد میدون، مرد میدون، مرد میدون، مرد میدون، مرد میدون. مرد میدون از آن صاحب کمالم، فکر مردم روز و شب باشد خیالم. از شرف دم میزنم تا زنده هستم، من چو تو ناموس خود را میپرستم. من که هستم مرد میدون، 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 مرد میدون. بسیار خوب، وکلای مدافع و همچنین شش نفر از متهمین آخرین دفاع خودشون رو کردند. مهران متهم ردیف یک، محمود متهم ردیف دو، مسعود متهم ردیف سه، تقی متهم ردیف چهار، محسن متهم ردیف پنج و احمد متهم ردیف شش. حالا جعفر متهم ردیف هفت بلند شید و آخرین دفاع خودتون رو بکنید و قسم بخورید که دروغ نگید. گفتم آخرین دفاع خودتون رو بکنید و قسم بخورید که دروغ نگید. جناب آقای رئیس، من به خدا قسم میخورم که در تمام مدت عمرم قسم دروغ نخوردم و حالا قسم میخورم که هر چی میگم راست و صحیح باشه. شاکرتون از روزی که یادم میاد پدر نداشتم، یعنی هم چی میگم که پدرم مرحوم شده بود، من بودم و مرحوم خدا بیامرز مادرم. درسته که ما خانواده فقیری بودیم، اما هیچ وقت دست گدایی به طرف کسی دراز نکردیم. همیشه مادرم سعی میکرد از راه شرافت مندونه یه لقمه نون پیدا کنه و صرف تربیت و بزرگ کردن من کنه. بلای رئیس، مادرم رخشویی و کلفتی و از این جور کارا میکرد، ما درس میخوندیم، ولی روزگار نخواست که ما مثل بچه های دیگه درسمون رو تموم کنیم، دکتری بشیم، مهندسی بشیم و بالاتر از همه بتونیم به مردم وطنمون خدمتی کنیم. آقای رئیس دادگاه، جناب آقای دادستان محترم، مردم، من به وجدانم، به شرافتم قسم میخورم که جنایتکار نیستم. همونطور که گفتم، بعد از مرگ مادرم ما تو این دنیا تنها موندیم، مجبور شدیم بریم کارگری کنیم و زحمت بکشیم، یعنی همچی عرض کنم که جون میکندیم تا بتونیم خرج خودمون رو در بیاریم و محتاج خلق خدا نشیم. یواش یواش بزرگ شدیم، همچین که رفت پیازمون ریشه کنه گیر یک عده از خدا بی خبر افتادیم که ما رو بدبخت بدبختمون کردن، با حق بازی و شارلاتانی کاری کردن که هست نیست خودمون رو دست دادیم. اونا مادر فساد. ما که خیلی وقت با اجازه همه دیگه نیستم. قربون شما. کجا جعفر آقا؟ حالا بشین. نه فتنه خانوم، یه گیلاس بریز هواشو داشته باش. جونی چته؟ تو که اهل گدا بازی نبودی؟ بشین بازی تو بکن. نه نه فتنه خانم، من تمام زندگیمو تو این قمارخونه باختم، تعبساتم هم همین یه بیستومانی و بس. جیگر جون بشین قمار تو بزن، همون از اون وقتی که ورق برگرده. از کجا معلوم که با هم یک دست برد با تو نباشه؟ نه خانم جون، با اجازه مرخص میشم، فردا میام. جعفر آقا چه کسل شدی؟ خودم حالی تو جا میارم. آهای زره، زره، بیا این شازده به سر از کسلی درش بیار. زره، با تو جعفر آقا جون، باره هست نباش، علا
الان خودم میام رو به رد میکنم. وقتی پکر هستی پشین بکر بزن، وقتی که خوب باختی پشین و جر بزن. تو بازی رامی بیا رامت کنم، وقتی که خوب باختی بیا خامت کنم. وقتی جونم شدی به من به خوشی میدم، وقتی جونم شدی به من به خوشی میدم. وقتی که سورا زدی از خوشی شیپور بزن. مثل کبوتر پاشو مشتت و بارو بزن، بکر اگر میزنی با مرد حالو بزن. ساعت آن روش مثل کبوتر پاشو پشتک و بارو بزن، که اگر میزنی با مرد حالو بزن. با دل مکن توی نازی، منم خریدار چه شوخ و تن نازی. من که شبینم لوگوی وقتی که خوب باختی بشین و جر بزن. تو بازی رامی بیا رامت کنم، وقتی که خوب باختی بیا خامت کنم. وقتی جونم شدی وقتی جونم شدی کتمم روش خوندم. نفهمیدم ضعیفه تو اینجا باشتی ندا میرسونی؟ خب میبینی جونم چیشی رو ندا میرسونم؟ من یهشی تو اون نمیدم. شما تقلب میکنی، تمام زندگی و تقلب بردین. دلش رو میدم کجا؟ کارگری کردم، زحمت کشیدم، شب و روز فعالیت کردم و از خدای خودم خواستم که از سر تقصیران بگذره و وسیله فراهم کنه تا من بتونم یک کار آبرومندانه داشته باشم که پیش سر و همسر خجالت زده و شرمسار نشم. اتفاقا همینطورم شد. خدا نخواست که آبروی بنده پشیمونشو بریزه. لطفش شامل حالم شد و روز به روز کارم ترقی کرد، وسعت پیدا کرد، درآمدم زیاد شد. گوش برو ببینم گرفتاری می‌ذارم به کارش برسه. من هیچ یادم نبود الان چه که حاج مهدی برمیگرده و آبروم میره. خودتونم نداداش خود اینو بذار حساب من. بودو جعفر آقا اگه پول مول کم داری حاجت حاضره، هرچی میخوای تقدیم کنم. زنده باشی، الحمدلله تسر دوستان خدا خودش میرسونه. خیلی ممنون، قربون شما. شوخی کردم، میدونم ماشاءالله خیلی پول داره، خدا بیشترت بده. قربون شما، فعلا ماشین ما حاضره. آره قربون، برو تو گاراژ درستش کردن تحویل میدی. ممنونم خدا. قربون تو جعفر آقا، این دنده‌هاش کچل شده، اما میشه یه جوری درستش کرده سوارش کنی؟ چی جوری یه جوری درستش کنی سوارش کنی؟ دیگه یه ناشون که بذار روش اون کهنه‌ش رو نگه را بدیم به صاحبش که بدون عوضش کردیم. بابا جون صد دفعه بهتون گفتم که کار مردم رو سنبل نکنی. علی یه ناشو بهش بده تو کارتش هم بینیویز.
پسر این سیماش چرا هم ریختی؟ آخه جعفر آقا جعبه تقسیمش مثل اینکه ناجوره. چی رو ناجوره بابا؟ تو داری روده پوده ماشین بابا رو بیرون میکشی؟ نگاه کن. آخه بابا این مردمی که مالشون رو دست ما میسپرن میرن رو اطمینونی که این دستگاه دارن. نگاه کن. وقتی مردم به ما اطمینان میکنن که نباید سرشون کلا بذارین. شما که پیش من کار میکنین نباید خودتون رو به سنبدکاری عادت بدین. یاله بگی بینم پیشش صفر کن. آچار به رادیات نخوره. خب جعفر آقا جون داداش ماشین ما درست شد. خب راضی شدی؟ ما چای ناراضی بودیم، میخواستم یه خواهش ازت بفرم. حالا که شما رو ماشین ما اینقدر زحمت کشیدین بیا امشب بریم یه خورده با هم بگردیم. قربون تو ما باید اینجا باشیم، خیلی کار داریم، انشالله یه وقت دیگه میریم. جون تو نمیشه جعفر آقا، همین امشب ما باز در خدمتت باشیم. بابا بیا بریم یه هوایی بخوریم. بفرمایید جعفر آقا، شما که از سر شب تا حالا هر جا رفتیم مشروب نخوردین، لااقل بفرمایید اینجا یه جای دنجیه. بفرمایید تازه باز شده. ما چاکرتیم آقا، امشب شما رو خیلی زحمت دادیم، اگر اجازه بدید مرخص شد. نه بدون شما مگه میشه، اینجا پاتوق رفقاست. بفرمایید پیاده شید. آخه نداره بدون شما. بفرمایید بفرمایید. مرسی. بفرمایید. سلام. بفرما جعفر آقا، ببین چه دنیاییه. داشم من دیگه از این دنیاها بدم میاد. اجازه بده مرخص شم. بازم که تعارف میکنیم، بفرما یه چیزی میل کن تا من رفقا رو ببینم و بعد با هم دیگه میریم. با ما ندار باش جعفر آقا. تشکر میکنم. خواهش میکنم بفرما. من چند دقیقه اینجا میشینم تا شما به کارت برسی. خیلی خوب، من الان میام. اونه هاش نهرم شکارت پیدا شده. این همون جعفره نیه؟ آره همون جعفره، اما اونه دیگه جعفر آقا حسابی پولدار شده. مهرم این دفعه دیگه نوبت توه. دری تو هم سرگرمش کن که من این بازی می تمام کنم. خیلی خوب، خودم بلدم چی کار کنم. آری جانم دری کنم. پونجی 500 تومن. اون بر خودم؟ نه یکی دیگه. من که دیگه پول ندارم. جعفر آقا جون چی میل داری واسه بیارم؟ مشروب فرنگی میخوری؟ قرون تو ما اهل مشروب ایرونیش هم نیستیم، چه برسی فرنگیش. میدونی من اهل اینجور جاها نیستم، خاطره خیلی بدی هم از این محله و مردمونش دارم. اجازه بدیم من مرخص شم، شما میخوای بشی باش. چون جعفر آقا تا یه چیزی نخوری نمیذارم بری، باید یه چیزی حتما بخوری. ما رو تو وای به حالتون خانم بی خیالتون پاچ راحت بشه. موازش این کاری نکنی که زنش بهت میشهد ببری. دیگه بعد از 40 سال جدایی یعنی شب جمعه رو گم میکنی. دود باشیم منتظرم.
بابا ما رو دست ننداز. بذار نگاه کنی. ما رو تو حواس ننداز. بذار نگاه کنی. پیشونی تو چین ننداز. بذار نگاه کنی. رومونو زمین ننداز. بذار نگاه کنی. بابا ما رو دست ننداز. بذار نگاه کنی. ما رو تو حواس ننداز. بذار نگاه کنی. پیشونی تو چین ننداز. بذار نگاه کنی. رومونو زمین ننداز. بذار نگاه کنی. خب بینم چقدر خوندی؟ 800 تومن. این آخرین پول من. برو برای خودت. رو کن 18. من 20. ما داشتم این آسینه تو مثل کسی مارگیری اماله هست. حالا نمیشه به جای یه دلوی صورت در بیاری؟ جعفر خوش شما چون ناراحتی؟ اینا دارم با هم ندار بازی میکنن. چی رو ندار بازی میکنی؟ شما تمام سرمایه و دار و ندار من ازم با این حقوق بازی ها گرفتین. دیگه دیماری برام باقی نمونده. نفهمیدم. تو هر روز اولم چیزی نداشتی اومدی قمار کردی. شما که قمار بلد نیستین. تا یک قدم یه بازین فوری میگین تمام زندگیمونه باخته. یالا اون 1000 تومانی که دستی گرفتی از کامیا زودترم گرت گام کن. کدوم 1000 تومن؟ شماها با حقوق بازی تمام سرمایه من که 5000 تومن بود اصلا بردین. حالا طلبکارم شدین؟ بی رحمای خدا نشناس. عفو خون بگی چرا جر میزنی؟ چی رو جر میزنم؟ دیگه چیزی برام باقی نمونده. برم کنیم. گفتم پول منو به هم بدین. پولتو میخواد. این هم آخو بگیم. بگیر! این خدا نشناسا چیکار دارن میکنن؟ خون این بیچاره رو بردن کدک شم میزنن؟ بلشون کن جعفر آقا، به ما چه هر کاری میخوام بکنن؟ چی رو به ما چه؟ همین ناکسا یه روزی هم همین بلا رو سر من داره بردن، برو که ها؟ نری میزنی؟ بیرو برو این با شما کار. سلام عرض می‌کنم. ببخشید شما خانم احمد آقا هستید؟ با من چیکار داشتید؟ عرض کنم که خانم البته خبر بدی. ناراحت نشید. احمد آقا با ماشین تصادف کرده، خودش مریض کنه. حالا ما رو فرستاده که حتما یه ذره براش پول ببره. شما رو به خدا بگی شوهرم چطور شده؟ بگی. او ناراحت نشید خانم. الان تو مریضخونه خوابیده. باید بهش خون تزریق کنم. فقط هرچی میتونی پول بیشتری بدین تا ما براش ببریم. خدایا دیدی چه بلایی سرم اومد. ناراحت نشید خانوم، فقط هرچی میتونید پول بیشتری براش بدین. خدا کنه طوری نشه، پول که هیچیز واسهش میده. بگیری. اما نه، یه دقیقه صبر کنی، منم با هاتون میام. خب بریم، منو ببرین پیش شوهرم، خواهش میکنم. خیلی بچه. خب جوون، تو که میگی درس خوندی و سواد داری، چرا اینجور جاها میاد؟ والا برای امثال شما جوونا باید قیم بگیرن. بدونین آقا، من اومده بودم تهرون که یه کاری پیدا بکنم. دنبال کار میگشتم، گیر این بیرحمه افتادم. چه کاری؟ نه، هیچ ازت خوشم نیومد. آخه بابا جون، آدمی مثل تو باید فهم و شعور داشته باشه. خب دیگه، هر چی بود گذشت. آدم بعضی وقتا اشتباه میکنه. میدونم جون، آدم باید تو این محیط خیلی دست به اصلا را بره که کسی کلاهشو بلند نکنه. درست. فعلا من میخوام برم شمرون یه کاری دارم. خونت کجاست؟ بیا حالا برسونمت. خیلی از شما ممنونم. چون خونم همین نزدیکیه، راضی به زحمت شما نیستم. امشب خیلی به من خدمت کردی. معلومه که آدم خوبی هستی. حالا میخوام خواهش کنم اگه میشه یک کاری واسم پیدا کنی. کار؟ بیا. این نشونی منه. بله.
من معمولا صبح تا ساعت 8 خونم، بعدش هم میرم تعمیرگاه. آدرس تعمیرگاه هم روی این کارت نوشته. بیا پیشم، شاید بتونم یه کاری برات دسته پا کنم. خیلی از تو متشکرم، مرسی. قربونت. خدا خدا چرا به خدا مگه این مریض خونه کجا؟ شما که داری منو میبریم بیرونشم. یه خود طاقت توی خانم جون، مگه قرار تمام مریض خونه تو شهر میشه؟ آقای شما رو به خدا رحم کنین، منو داری کجا میبری؟ آی مردم همشیره، پاشو بینم، انشالله که طوری نشدی، میگه نشدی، پاشو برسونت مریض خونه، پاشو، الان میارم دکتر، چیزی نیست، پاشو، ها؟ انشالله که طوری نشدی، زخمی که نشدی. بفرمی شما رو برسونم منزل. بفرمی تعارف نکنی. بفرمی خودم میده خودتونه، از اینجا تا شهر کلی راهه. ما گفته باشیم خودتون میده. شما رو به خدا نگرد، این از اومدن الان منو میبره. خواهش من که از اول گفتم بفرمی شما رو برسونم. بفرمی حیف که اون نالوتی ها فرار کردم و الا حقشون رو کف دست رو میذاشتم. بفرمی بالا تعارف نکنید. بفرمی
بفرمید پیاده شید. بفرمید خواهش می‌کنم. اینجا کجا؟ نترسید خانم. اینجا منزل منه. منزل شما؟ بله. من نمیام آقا. عجب مکافاتی گیر کردیم خانم. پس کجا ببرمت؟ مسافرخونه که بلد نیستی. کلانتری هم که نمیای. پس من چیکار کنم؟ آخه من نمیتونم بیام. تو رو خدا بهم کمک کن. من غریبم آقا. آخه چجوری بیام خونه شما؟ بر شیطون لعنت. خانم جون پس من چیکار کنم؟ پس اجازه بدیم برم یه پتو بیارم همین تو ماشین بخوابیم. تو رو خدا آقا نه. من میترسم تو ماشین تنهایی بخوابم. پس بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. خیالتون خانم راحت باشه. اینجا راحت راحتین. بفرمایید خواهش می‌کنم. منزل خودتونه. بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. راحت باشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. آخه بازم تو دودنی؟ اینجا منزل منه. بفرمایید. من اینجا با یه پیرمردی زندگی میکنم که جای پدر منه. بله. حالا با شما آشناش میکنم. آی عمو رجب، عمو رجب. نه خیر، باز مثل همیشه خواب جام. اینم مونس تنهایی منه. بفرمایید بالا. بفرمایید. اینم اتاق خواب منه. امشب شما اینجا میخوابید. بفرمایید. اینم اتاق خواب شما. آخه پس شما چی؟ ناراحت نباشید. اجازه بفرمایید. من میرم اتاق دیگه ای میخوابم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. ببخشید. برای اینکه خیالتون ناراحت نباشه میتونید در از داخل ببندید. ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. جعفر آقا، جعفر آقا، جعفر آقا چرا در رو بستی؟ با شما؟ جعفر آقا، جعفر آقا در رو بستی؟ من میرم. خانم چی باشم؟ میدونی. نراحت نشینم. لایم. چرا حالتون به هم شد؟ خدایا. همه رو به راه راست هدایت میکنم. چشم باشم. ببینم. خونه جعفر آقا بله و اینا تو این خونه از این خبران نبود. بزنی کمک کنم. نه نه شما زحمت نکشی من خودم جمع میکنم. اینم از آقا بله کلا جعفر. آفرین. آفرین جعفر آقا. بله. چشمم روشن. عمو رجب باریکلا جعفر آقا من که تو این خونه دیگه نمیشم. اگه سرتاپامو جواهر بریزن دیگه نمیشم. عمو رجب کجایی؟ عمو رجب اینا چیه؟ عمو رجب باز چه دست گلی به آب دادی؟ اینا چی بود؟ چی کسی؟ عمو رجب کجایی؟ کجایی عمو رجب؟ کجا رفته؟ معلوم نیست. عمو رجب کجایی؟ کجایی؟ بابا دو ست داشت میکنم. چی شده باز ترش کردی؟ چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ حالا فهمیدم چرا هرچی با آقا اصرار میکنم زن بگیر شونه خالی میکنه. نگو که آقا هم بله. یه خود طاقت بیار. طاقت بیار. نه دیگه تموم شد. تو این خونه یا جای منه یا جای اینجور زنا. چرا اینقدر میواری؟ گوش کن پیری، این دختره به ما ربطی نداره. پیش ما امونته. امونته؟ آره. گوش کن،
عموت گفتم این امونته، باید برسه به دست صاحبه. اینقدر دروغ نگو پسر جون. جون عمو خدا نیامرزه من اگه بخوام به دروغ بگم. من که باور نمی کنم. جون من راست میگی. آره جون تو. آره تو میری. گوش کن. حالا برو این بختی بندی تو به سر جاش، بعد یه صابون حسابی درست کن بری بیار تا بعد برای تحریم. خیلی خوب همین الان. اما نگاه کن. وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. چی؟ نفهمیدم. ما و کلک ای شیطون. برو جونمی. کیارجی کجا؟ ببخشید آقا من خیلی باعث زحمت شما. چه زحمتی؟ اجازه بدین برم. آخه میخوام شوهرم پیدا کنم. مگه شما شوهرم داری؟ بله ما تازه اومدیم تهران. خواهر جون پس چرا دیشب نگفتی؟ حالا بیا برو ناشتایی که بخور، من هفت و شده میرم شوهرت پیدا میکنم. عمو رجب، عمو رجب، این صابونه رو زودتر بیار. بفرمید خواهش میکنم. بفرمید تعارف نکنید. بفرمید. عجب عجب خود رو بازایی بودن. دیدی چی به سر خانم اومد؟ اگه میدونستم یا خودم دنبالشون میرفتم یا نمره ماشینشون رو برمیداشتم نمیذاشتم ببرمش. دیگه عقلم به جایی نمیرسی. حالا چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار کنم. کجا دیگه دنبالش برم نمیدونم. خدای خودت به خیر بگذار. دیدی گیر چه بدبختی افتادم؟ اومدم تهران کار پیدا بکنم، گرفتار یه مش مردم بی شرم و خدا نشناس و از خدا بی خبر شدم. حالا جواب فامیل خودم و این دختره رو چی بده؟ خدایا خودت به من اومده معلوم دخت کن. من میرم الان میگردم. خب گفتی مسافرخونه شیراز؟ بله. آخه چطور نمیدونی تو کدوم خیابونه؟ الو خانم ببخشید، لطفا شماره تلفن مسافرخونه شیراز رو من بدید. متشکرم. بله چی نداره؟ مرسی متشکرم. بفرمید چاییتون سرد میشه. خب شما مشغول بشین، من هر طور شدی میرم پیداش میکنم. بفرمایید. خدا عمرتون بده. آخه شما صابونتون هم نخوردید. یه لقمه بخورین بعد بره. نه جون شما. تا شوهرتو پیداش نکنم هیچی از گلون پایین نمیره. شما خودتون ناراحت نکنید. من قول میدم تا سه ساعت دیگه دست شوهرتون رو بذارم تو دست شما. خداحافظ. ای راستی از اینجا بیرون نرینا. خداحافظ. خدا. میشناستم تمام زندگیشو وقف مردم کرده. خیالت راحت راحت باشه. اگه زیر سنگم شده باشه شوهرتو پیداش میکنه و میاره تو. بذار ببینم کیه زنگ میزنه. اومدم بابا اومدم. سلام. سلام بابا، کاری داشتی؟ منزل جعفر آقا اینجاست. بله یه ساعت پیش رفته بیرون. چی داشتی؟ والا با من قرار گذاشته بود امروز بیام پیشش. رفته بیرون ممکنه برگرده. بفرمایید. بفرمایید تو. ممکنه مزاحم نه باشم. اختیار داریم. بفرمایید الان میام. بفرمایید.
با هم قراری گذاشته بودیم. من یک گرفتاری داشتم، گفته بود بیام به هم کمک. همیشه کارش خدمت به مردمه، البته به شما هم کمک میکنه. حالا بفرمایین بالا رفت، من بیشینیم تمام برم یه چایی بیارم. خیلی متشکرم، زحمت نکشین. خیالم خیلی ناراحت. چرا پسرم؟ چرا ناراحت؟ اتفاقی برام افتاده. چه اتفاقی؟ این براتون انجام میدم. احمق! هرگی، تو اینجا چی کار میکنی؟ خدای شکرت، پیدا کردم دوباره. نمیفهمی، تو از کجا آدرس جعفر پیدا کردی؟ تو خونه این مردم چی کار میکنی؟ آخ، دارم دیوونه میم، دیوونه! بوش کن احمق، بوش کن! احمق! دیشب دو نفر اومدن به من گفتن تو رفتی زیر ماشین، پول لازم بود. منم هرچی داشتم و نداشتم برداشتم دنبالشون رفتم. یه وقت دیدم دارن میبرنم بیرون شهر، دادی بیدام کردم جعفر آقا بدادم رسید و نجاتم داد. خیلی خوب، تو رو نجات داد، اما چرا آوردت خونه؟ چرا مسافر خونه نیوردت؟ من گیج بودم، بیحال بودم، انقدر دست پامو گم کرده بودم که اسم مسافر خونم یادم رفته بود. نمیفهمم، نمیفهمم، دیگه گیج شدم. بله، نبایدم بفهمی. آقا کسی که زنشو تو ولایت قریب تک و تنها بیذاره و میره، باید هم از این وقتا بشه. نه، آخه منم باید بفهمم که آقا تا نصف شبی کجا بودم. کجا بودم؟ گیری یه عده کلاهبردار و قمارباز افتاده بودم. گیری یه عده مردم از خدا بیخبر که نزدیک بود تا سرمایه ما از دست همه کردم. بازم جعفر آقا که من دیگه یه دقم توی شهر با نمیستم، برمیگردم شیراز. هرچی باشه شهر خودمونه، باز یه لقمه نون خالی پیدا میشه، از این شهر خراب شده بهتره. هر بید، صبر کن. همون جعفر آقا که دیشب تو رو نجات داده به من گفته بیام اینجا، شاید بتونی یه کاری برام پیدا بکنه. بتونه یا نتونه دیگه اینجا نمیمونم، برمیگردم شیراز. گوش کن پروین، آخه من با چه رویی برگردم شیراز؟ مردم به من میخندن. مردم هر کاری میخوان بکنن، من میرم، تو نمیای نیا. نه شوهر منه جعفر آقا، شما اشتباه کردید. پس چرا زودتر نگفتی؟ خیلی معذرت میخوام احمد آقا، ما خیال کردیم شما نظر بدی به این همشیره ما. خیلی معذرت میخوام، بفرمی توی چیزی میل کنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکرم، همینی که اومدی کافی بود. خیلی معذرت میخوام، اشتباه شد. بفرمایید، خواهش میکنم، معذرت میخوام. بفرمایید، معذرت میخوام، ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. خوب، تو که اومدی تهرون کار پیدا کنی، چرا اول زنتو آوردی؟ بفرمایید، خواهش میکنم، یه چیزی میل کنید. میبینی جعفر آقا چه مرد نازنینیه؟ اول خودت میومدی یه کاری، زندگی، خونه، چیزی پیدا میکردی، بعدن میرفتی دنبال اهل عیال. خب دیگه کاریست گذشته جعفر آقا. اب نداره. آقا منم میگم ضرر رو از هر جوش بگیری منفعته، بازم بهتره برگردیم شیراز، هر چی باشه شهر خودمونه. احمد آقا همشیره درست میگه. آخه من تو شیراز به همه گفتم میرم تهرون کاروبارم خوب میشه، حالا با چه روی برگردم اونجا؟ جعفر آقا من که نمیتونم خوبیای شما رو جبران بکنم، خدا خودش عوضتون رو بده. تشکر میکنم. حالا خواهش میکنم یه کمکی به من بکنی. من هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم، اما بگی ببینم چه کاری میتونم برای شما انجام بدم. چه کاری بلدی؟ هر کاری باشه برای من فرق نمیکنه. والا من حرفی ندارم، اما یه شرطی دارم که باید قبول کنی. حاضرم هر شرطی داشته باشین قبول کنم. ببین رفیق، باید من قول بدی که دیگه دنبال قماربازی و عرق‌خوری و اینجور کارا نری. اگه شرط منو قبول داری، ما اینجا اتاق زیادی داریم، بیایید همینجا منزل کنیم. فعلا شما از فردا به تعمیرگاه من، اونجا به حساب کتابای من برس. خب، حالا قبول داری یا نه؟ بله، قول میدم که دیگه به قمارخونه ها نرم. پس دست بده که دیگه به قمارخونه نرم. بچه سلام. سلام حسین جون، چه خبر ها؟ تازه چی داری؟ از جعفر آقا چه خبر؟ والا قابل عرض نیست، اما یه کشف خیلی خوبی کرده. جعفر آقا احمد و زنشو برده تو خونش، بهشون اتاق داده. خب بعدش هم احمد برده تو تعمیرگاهش، همه کاره خودش کرده. لا اله الا الله، بابا این جعفر آقا بعد جوری خارج سر راه ما شده و مزاحم میشه. هر طرف که میچرخیم سبز میشه و تمام نقشه ما رو به هم میزنه.
خب جونی، این از بی ارزگی برای بچه ها؟ اصلا شما ها لیاقت نداری؟ آخه ده بیست و مرد، ناسلامتی، چطور نمیتونن یک نفر از بین ببرن؟ جعفر آقا که هیچ، اگه دیو سفیدم باشی من مثل برمونش میکنم. از تو همین انتظارم داشتم. باز یه نقشه کشید که گفتی جعفر آقا احمد و زنشو برده خونشو اتاق بهشون داده. خود احمدم برده تعمیرگاهشو همه کارش کرده. فتنه بچری رفتی تو بهش. مهرام من یه فکر کردم. چه فکری؟ بعدا میفهمم. محمود بیا اینجا. بله بفرم. بفرم مستشار، این صورت حساب ماشین شماست، لطفاً 84 تومن مرمت کنید. تایش کنید. خیلی متشکرم. چهار تومن دیده؟ بفرمید. خیلی متشکرم، مرسی. بفرمایید این است. قربان، قربان شما. مشرف فرمودید. احمد آقا جون، دلم میخواد این چند روزه که جعفر آقا رفته مشهد اینجا رو یه جوری ادارش کنیم که وقتی برمیگرده دیگه عیب و ایرادی تو کارمون پیدا نشه که خدا نکرده دلخور شه. خیالت راحت باشه، تو اینجاها رو تمیزش بکن. چطوره؟ از مروت شما چه عجب از این وره ها؟ یاد داری من که جای شما رو بلد نبود. اینجا؟ بله اینجا کار میکنم. فرزر تبریک میگم، میخواستم این ماشین یه نگاهیش بکنم. والا خود جعفر آقا که نیست رفته مشهد، اما چشم الان میگم آقای شایگان یه نگاهی به این ماشین بکن. پس تو اینجا همه کاره ای ها؟ اقلا بشه جعفر آقا واسطه بشه، شاید دست پای ما رو اینجا کن کنی و از این بدبختی نجاتمون بدی. ای به چش، جعفر آقا که هم مسافرت برگشت باش صحبت میکنه. سلام علیکم. اون شبی که تو بودی و دعوا مرافعه شد دیگه پامو که اونجا نذاشتم، هیچ دور اینجور کارا رو قلم کشیدم. اتفاقا منم دیگه دور اینجور کارا که نمیرم، هیچ هفت پشتم هم غلط میکنه از این کارا بکنه. بازم خدا بهم رحم کرد که جعفر آقا رسید و نجاتم داد و الا فنا شده بودم. جدنم کار خوبی کردی، من از اونا دل پری دارم. راستی که این ماشین کارشو میکنه، این کار نداریم بریم بیرون یه آبجوی با هم بزنیم. مرسی، من دیگه لب به مشروب نمیزنم. مشروبه که آدم از را به در میکنه. بابا جون دو تی گلاس آبجو که مشروبی خاطر با رفیقت میخوری. نه اصرار نکن، من کار دارم. بعدی بریم. خب من دیگه باید برم، تعمیرگاه کسی نیست. کجا بابا، تازه الان اومدی؟ آخه میدونی که جعفر آقا رفته مسافرت، تعمیرگاهش هم سپرده دست من، منم تا نباشم که کارگرا خوب کار نمی کنن. اینی که خیلی کار دارم، حتما باز برم. گذشته از اون، یه وقت یکی میبینه و به جعفر آقا میگه. اجازه بده ما بریم. اولا به داشت کار مال سرک داره. دفت من اگه به جعفر آقا گفتم برگرد، من دو تا گشتگی میمیری. اون وقتیش هم میخواییم بریم یه خود هوا بخوریم. هم بستو یه نیم باید دیگه اما بده. دون من اصرار نکن، دوست ندارم جعفر آقا ازم دل خورده. میدونی اون خیلی به گردن من هم داره، خیلی هم آدم خدا پرستی. برش نیم بسلمتیش. بیا تو. بابا اینجا کجاست ما رو بردی؟ تو هم که از دختر بچه ها میونه، چرا میترسی؟ اینجا خونه یکی از رفقا است. بیرین چند دقیقه گلوی چرمی کنیم و برمیگردیم. بابا تو گفتی میریم هواخوری کنیم. نه من برد داشته، بریم ما رو بردی اینجا کجاست و برمیگردیم. Ha ha ha!
چرا ما تکرده بفرمید منظر خودتون بفرمید بفرمید بفرمو بیش رومی بفا گاجت نگیره ببینم بسی که تو اینجا صاحب کنه همچی میگم و بفرمو بیشین تا بگم یه چیزی برات بیاره بخواهی بیشین چرا میخند؟ شمایی؟ خود شمایی؟ خودتونی؟ آره اینجا منزل شما؟ ایتی میگم پس این محمود آقا چرا؟ پس این زهدده نشه جونی خب حالا ببینم چی میخورم؟ سه چی نمیخورم؟ متشکرم باید بخورم نه نمیتونم باور کنین سرشفتاله خیلی خوردم گوش کنین ببینین به خودم میل ندارم میدونی؟ از اون شبی که تو رفتی؟ یه خواب راحت نداشتم همش تو فکر تو بودم اینقدر دنبالت گشتم اینقدر سراغ تو از این اون گرفتم اتجاز پیدا کردم خیلی متشکرم اما جونی وقت خیال نکنم اتفاق تو اون شب افتاد تقصیر من بودا به جون تو من گناهی نداشتم نه من همچین فکر نمی کنم گرفت بخور نه به اندازه خوردم مرسی نه جون من بخور نه متشکرم نه میگم جون من بخور بچه یه ساعتم به ما باری کلا محمود ازت خوشم اومد خوب وظیفت انجام دادی حالا ببینیم فتنه خانم چی کار میکنه فتنه تمام ما درس چه بهتره با اون زبونی که داره ما رو از سراخش میکشه نمیدونی چقدر دلم واسه تنگ شده بود اگه امروز نمیمدی از قصه دق میکرد برو به به سلام احمد چه عجب از این برا حالت چطوره؟ شنیدم کاروبارت خوب شده و همه کاره جعفر آقا شدی بله جعفر آقا به من لطف این حرفا چی احمد جو این از شانس خودته آدم اگه شانس داشته باشه به جعفر آقا نمیتونی کاری بکنه منم عقیدم اینه که شما شانس دارید من بند نداره بچه بند و مسئول دارم سلام احمد آقا بخ خوش آمدی بابا او
سلام سلام زیارت قبول منتظرت نبودیم چه تو شد انقدر زود تشریف آوردیم راستش بخوای هوای مشهد خیلی سرد بود طاقت نیاوردم این بود که اومدم خوب کردی خب احمد آقا اینا چطوره سلام علیکم سلام آبجی احوالت چطوره حالت خوبه سلامت باشی خیلی ممنون احمد آقا کجا هنوز نیومده شاید تو تعمیزهای کاری داشته بچه خیلی خوبیه من ازش راضیم خب آبجی حال خودت چطوره خوبی؟ از زندگیت که راضی هستی؟ خب به سلامتی خیلی خوبه مبارک اتاقت مبارک به سلامتی جعفر آقا من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم اجازه بده یه چای براتون بریزم میل کنم دست درد نکنه من نمیخورم خودت بخور میدونم راستی عمل نمیدونم والا هر شب این وقت اومده ناراحت نشو حتما تو کارخونه یه کار فوری به تورش برده خب من خستم میرم بخوابم خداحافظ جعفر آقا یه چایی میخوام سلام سلام احمد آقا خداحافظ مشته بدم جعفر آقا از مشهد تشریف آورده نه والا سلام جعفر آقا زیارت قبول سلام جوون رعنا چرا انقدر دیر اومدی خونه کار داشت به حسابا رسیدگی میکردم دست پنجه درد نکنه باری کن خب فعلا من میرم بخوابم اون خسته برو استراحت کن شب بخیر شب بخیر بابا اینا چه جوریه؟ نفسی بود با هم بشکنه ای بینه نه شبا شیان آی مثل خود من بشکنه آی 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 بده من دستو نیفتی مینا کجا رفت انگار پیداشون نیست آقا مهران اونه هاش هست تا کم کم بریم من یه دوری میزنم نیست خیلی خب باش سلام فکر خانم، خواب رفیقه کوچه، شما آقای آلو پشمشم جدنم آلو پشمشمه بابا شروع کردیم به مطلب کنم گروه هشت، رفته لباسش عوض کنیم خوش گذشت، کجا بردیش؟ نکنی گلو پیشش گیر کرده باشه ما که غریبه نیستیم فکر خانم شما که من خوب میشناسیم از اینجور دلو ندارم که دست هر کسی بدم اما خیلی جاها بردمش نمیدونی چه جوون خوبیه اگر ریگی به کف شدی چرا انقدر واسش دلسوزی میکنم من میگم تو از جعفر آقا دل پوری داری آخه این حیوانی که گناهی نکرده وان جهی اگه حاجی ساره بونه میدونی شطوره کجا بخوابونه من میرم شما هم برید بعدا میفهمین چی کار میخوام بکنم بفرمید Very much. بریم کمک کن اصلا باری بگیریم کنم خیلی اولین را کنم تو سفر بزن ما میکنم هم درست Thank you.
خب من ندارم. من ندارم. بیا. نمیشه. من خیلی دلم میخواد پیشو خیلی خودی باش حرف بزنی. نصیحتش کن. قصه نخوره همشیره. بازم خورده به تورون حقوق بازا. جعفر آقا. ما به شما خیلی زحمت دادیم. من که دیگه بال روم نمیشه تو روی شما نگاه بکنم. این حرفا چی آبجی؟ تو مثل خواهر من میمونی. خودتون ناراحت نکن. من اهلش میکنم. رامش میکنم. جمونه. ولا کسی که زن به این خوبی داره خب الحمدلله کاربارش هم که بد نیست دیگه چی میخواد؟ خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. امیدوارم خیلی از جوونیتون ببین. خب آقا زده سلام عرض میکنم. بفرمید آقا از صبح تا حالا کجا تشریف داشتن؟ با بچه ها رفته بودیم آبایی. آها خوش گذشت؟ نفهمیدم، مگه ما حق نداریم یه روز به دلخواه خودمون زندگی بکنیم؟ چرا، چرا؟ اما مثل این که توپت خیلی پره. ما از این قرار رو با هم نداشتیم. درسته که تو هم باید یه تفریحی برای خودت داشته باشی. اما حالا زنت احتیاج بیشتری به مراقبت داره. آخه ناسلامتی تو به همین زودی پدر میشی. میخوام 70 سال سیا نشم. ببین جونم، این راهش نیست. تو خیلی عوض شدی. حالا حالت خوب نیست. برو بگیر استراحت کن. صبح سنگامونو با هم وا میکنی. فقط یه کاری کن که زنت ناراحت نشه. شب بخیر. جعفر آقا این چه وضعیه؟ اینجا تازگی اصلا یه جور دیگه شده. گفته بودم روغن موتورم عوض کنم، روغن سوخته ریختم. گفتم گریس کاریش کنن، اصلا یه مثال گریس به هیچ جاش ندادم. با تو قضاوت کنین، پولش هم بیشتر از همین بود. آخه این چه وضعیه؟ قیبی نداره، یه دقیقه صبر کنین. آی بسر، بیا چی بینم؟ بله. کی روغن سوخته ریخت تو ماشین آقا؟ چرا ماشینشو گریس کاری نکردی؟ چرا واسهشو تعمیر نکردی؟ تو تعمیرگاه من اینجور کارها کی میتونه بکنه؟ ما تقصیری نداریم، اینا همش کار احمد آقا. نفهمیدم احمد آقا؟ احمد آقا؟ خیلی معذرت میخوام، مخلص احمدتون احمد آقا. یه نگه تعمیر کنید، خودم رو واسه بیدم، الان برمیگردم. لا اله الا الله بر شیطون لعنت. عمو رجب؟ بله آقا جون. این احمد آقا کجا رفته؟ والا نمیدونم، تازگی ها به طور کلی بعضش عوض شده، مثل اینکه اصلا سیماش قاطی شده. نفهمیدم، مگه تو مال این خرابشه نیستی؟ چطور میدونی کجا رفته؟ من تو سر از کارش در نمیارم آقا جون. زود برو دنبالش، این کدوم گوریه؟ هست آقا جون. عجیبه. خب بفرمایید حضرت آقا حالا کجا تشتشتن؟ رفته بودم واسه اون دوجه یه دفت موتور پیدا کنم. ببین آقا جون، مثل این که تو تازگی ها حواست درست سر جاش نیست. قرار ما این بود که تو با من رو راست و مردونه رفتار کنی. نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم چی بهت بگم. این چه حرفیه جعفر آقا؟ من که هیچ کاری نکردم. نه، این حرفو تو کت من نمیاری. تو تازگی ها عوض شدی، دل به کار نمیدی، هیچ وقت سر کارت نیستی، معلوم نیست چی کار میکنی. ببین همچین لپ و بوسکنده هم بگو، کجا میری، کجا میاد؟ آخه پسر، ناسلامتی زنت پا به ماهه. تو الان باید بیشتر کار کنی، بیشتر زحمت بکشی. مگه اداره کردن یه خونه کار آسونی؟ نه جعفر آقا، به جان خودم من دست از پا خطا نمیکنم، تو هیچ فکری هم نیستم. داداش دست از این حقوق بازیات بردار.
من خودم یه پا عقل کلم. خیال نکن چیزی سرم نمیشه. جعفر آقا به جان خودم دروغ نمیگم. باور کنین تو قطع هیچ کاری هم نیستم. باور کنین. بازم داره میگه. پس اینا چیه؟ با همه بازی و با منم بازی؟ به سر خجالت بکش. تو خیال میکنی من پشت کو اومدم؟ والا نمیدونم. اینا از همون موقع ها اینجا مونده. آقا جون من خیلی چوب این زندگی رو خوردم. برای آخرین دفعه بهت میگم خوب گوشاتو وا کن. آدم باید دستشو به زانوش بگیره و بلند شه. باید حواست جمع کار و زندگی باشه. به کارت که نمیرسی. شبها که دیر میای خونه. اون زن بیچاره تا نصف شب تو خونه تنهاست. آخه میترسه. خدا رو خوش نمیاد. پس فردا مسئولیتت از این بیشتر میشه. زندگی اینقدر هم که تو فکر میکنی آسون نیست. آدم یه وظیفه تو زندگیش داره. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ بله میفهمم. من از روی شما خجالت میکشم. نمیخواد از من خجالت بکشی. یه کاری کن که بعد از این خجالت نکشی. من این تعمیرگاه رو با خون دل درست کردم. حالا بعد به خاطر تو از روی همه مشتریام خجالت بکشم. همه مشتریام از من ناراضی هستن. جعفر آقا این دفعه رو ببخشین. قول میدم که دیگه شما از من ناراضی نشین. میخوام دیگه این چیزا رو نبینم. فهمیدی؟ بله بله فهمیدم. چشم. میشین به کارات برس تا منم برم کسافتکاری های آقا رو درست کنم. یه ساعت پیش برای شما بودم. بابا دو ساعت نشده ما از هم جدا شدیم. بابا تو خیال میکنی من شوخی میکنم؟ تو که میدونی من هم دوست دارم. اما باید به کارام هم برسم. چی؟ نه الان خودم میام پیشه. نه نه فکر جون اومدن تو به اینجا مایه آبروریزی میشه. اون وقت همه میفهمن. من خودم شب میام پیش تو. منتظرت همه؟ حتما بیایی؟ چش باشه؟ به جون بکن بی جلو بینم. بیا 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 خوب نمالی به آقا امورا جم بله. اینجا بله. گوش کن ببین چی بهت میگم. بله. مواظب این پسر احمد باش. بله. اگه از این در رفت بیرون دنبالش میری زاکسیاشو چوب میزنی. بله. مثل این که بازم دنبال همون عرباتا هر جا رفت سر گوش آب میدی. بله. خبرش رو واسه من میاری. آره شا. میخوام آدمش کنم. فهمیدی یا نه؟ بله بینم این یه کارت دیگه. آه بابا یه کارت دیگه. بابا با چی کار دارم؟ ببخشید آقا با احمد آقا کار دارم. اون هست پیداش کردم. احمد آقا بگشید امور اجاب تو اینجا رو از کجا یاد گرفتی؟ بیا نبینم چی میگی چی؟ بح کار زندگی تو ول کردی اومدی اینجا قمار میزنی؟ مگه تو برای جعفر آقا قسم نخورده بودی که دست به قمار نزنی؟ چرا امور اجاب؟ من اومدم اینجا یه کاری داشتم گیر افتادم. خواهش میکنم شما برو تا من کارم انجام بدم و بیام. اما برو به خدا یه وقت به جعفر آقا چیزی نگی. یا برو باری کلا بابا روم تو برم. بابا گلی به گوشه جمال. بابا نه این حرفا چیه داری میزنی؟ زنت داره سر زا میره. باز میخوای بشینی قمار بزنی؟ نه یه دقیقه صبر. چی شده جونی؟ چی شده؟ بچه ها بخشید من یک کاری کنم. ای فتن او گلبانو ای لونه خوشنگ او گلبانو ای گلبانو دل هرگز نکنده دیگه
دیگه. آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو چون سر بینازی یار شکرلا آن دم که آری پیمان برلا در پیش یاران با اعتباری چون شد که با ما کاری نداری ای موتالا جی توتالا گل بانو دیر آمدی این شب تیرا گل بانو ای فتنه جو ای فتنه خو گل بانو ای لاله یه خوش رنگ دو خو گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو آی گل بانو آی بانو 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 گل بانو بچه ها چه خبرتونه؟ امشب خیلی سرحالی احمد آقا خودتو به کجا زدی؟ نکنه سر جعفر آقا جونتو خوردی ها؟ چه حرفیه خانم اختیار داری خانم مجه نمیدونی نبا سر به یه پسر شد سلامتی بازم به سلامتی احمد و پسر احمد چون به تبریک میگم متشکرم صبر کنید بچه ها صبر کنید یاد یه ضرب المثل افتادن که میگه بار کسی دیگه بلند میکنه یا علیش کسی دیگه میگه یعنی چی؟ ببخشید احمد آقا البته ما که نمیگیم فقط شنیدیم که میگن این بچه مال مال جعفر آقا خفه شو خفه کن خفه کن خفه کن خفه کن چی بینمم چیه؟ به حرفاش اعتنا نکن جونی بخونی بچه میخوام یه چیز بگم میخوریم به سلامتی احمد آقا و پسره میخوریم به سلامتی احمد آقا و جعفر آقا و پسره آبجی حالا دیگه چرا گریه میکنی؟ پسر به این خوشگل داری؟ سرت که باهاش گرم کن ماشالله ببین چه پیشونی بلندی داره بچه‌م بزرگ میشه مدرسه میره درس میخونه آقای دکتر میشه مهندس میشه ماشالله هزار ماشالله از اون پیشونی بلندی که داره معلومه که آدم استخون داره ماشاءالله پسر بقیل ماشاءالله این کلمه بروش این بروش یکی شیطون کچه رو دلاخو جعفر آقا بازم که ما رو خجالت دید این کاره چیه میکنم ما که شرمنده شما هر چی این حرفا چیه همشیره شما از خودمونی بین ما که این حرفا نباید بشه این بچه خواهرمه خب عمو رجب احمد آقا تعمیرگاه نبود؟ نه بازم اون محموده اومد عقبش و بردش همونجا به نظرم قراره یه سوری بهشون بده بله باید هم سور بده چرا که نده ماشالله پسر به این خوشگلی داره دیگه چی از خدا میخواد باید هم خوش باشه سلام جناب احمد آقا امیدوارم همیشه خوش باشی همیشه به گردش
سلام احمد. چطور باز اوقات تلخه؟ احمد. جعفر آقا تو این اتاق چی میخواد؟ چرا دست از سر ما ور نمیداره؟ چرا هر وقت من وارد این خراب شده میشم؟ احمد. یا آقا از اتاقم میره بیرون یا با زنم نشسته وراجی میکنه. آقا تو شش دوشتنی برای بچه‌مون؟ میخوام 70 سال سیاد سر به تن این بچه نباشه که کسی برای چشم روشنی بیاره. آخه میدونی مردم به من چی میگن؟ من دیگه نمیتونم جایی سر در بیارم. همه به من بد نگاه میکنن. هر کی به هم میرسه به هم گوشه میکنه. همه میگن این بچه حروب زاده است. میفهمی؟ میگن این بچه مال جعفر آقا است. احمد، مگه مستی خدایی نکرده زده به سرم دیوانه شدی؟ آره دیوانه شدم. از دست این زندگی عقلمو از دست دادم. به خاطر تو و این زن شدم. دیوانه شدم. دیوانه شدم. الو آقا چه خبر انقدر شلوغ کردی؟ آخه این بیچاره ناراحت میشه. زن بچه 13 به جهنم که ناراحت میشه. من دیگه حوصله‌ام تموم شد. دیوانه شدم. همه به من میگن این بچه مال تو نیست. آخه تو چرا اینقدر به زن من محبت میکنی؟ یعنی چه؟ ببین احمد، به خاطر زنت به چیزی نمیگم. برو برو عقل داشته باش. دیگه عقلی برام نمونده. تو دیگه آبروی برام نداشتی. مردم میگن این بچه مال من نیست، مال تو. تو آبروی منو بردی. تو شرافت منو لکه‌دار کردی. بیرا. نه نه، این کسی دیگه نیستم. کسی نمیتونه وصل این موتر چی هم بچسبونه. من در تمام مدت عمرم چشم بد به ناموس کسی نداشتم. برو جهنم شو. این حیا جهنم شم؟ بله جهنم میشم، ولی این بهشت برای شما دوتا میذارم. برای شما دو نفر که یه سال تمام منو اقبالم کردیم. بله منم میرم، منم میرم برای خدا عشق بسازم. احمد خواهش دارم، جانب خدا دارم. احمد نه برو بله منم میرم برای خودم بهشت میسازم. بهشت منم میرم برای خدا. جعفر آقا جانب خدا دارم. نداریم بدون خودشو میکشه. جعفر آقا جانب خدا به من کمک کن. خدا آقا تو که مرد آبه میاستی. آره هر کسی گیره تو بیافته به همه روز کشون نمیشه. یواش یواش دارم فکر میکنم نکنه با منم داری رول بازی کنی. اوه عزیزم تو که میدونی من همه این کارا رو به خاطر تو میکنم. سلامتی. با اینجا ولی باید دیگه کاری یه سره کنیم. کاری بکنیم که به دست همین احمد جونش که داره میپربرونتش سر به نیستش کنیم. نه دیگه خیال راحت باشه. با این آشی که براش پختم گمون نمی کنم جون سالمی از دست احمد به در ببره. تو اینقدر به نتیجه نقشه اطمینان داری؟ برای من از اون روشنتره که کلک جعفر آقا همین امشب کنده است. من فکرامو کردم راست میگی. باید کاری کنیم که به دست احمد از این بگیم. بس شماها تا حالا داشتی منو بازی میدادین؟ منو وسیله اجرای نقشه های کثیفتون قرار داده بودین؟ خوب شد فهمیدم. تو مار خوشخط و خال تمام اون زبون بازی ها رو برای فریب دادن من میکردی؟ شما تمام این دروغ ها رو به من میگفتین که منو به جنایت وادار کنید. این وصله ها رو برای این به یه زن بیگناه میچسبونی که خودتون به نیرنگ های پلیدتون برسین؟ توف به اون روتون بیاد؟ شما که از شفایسیت بوی نبردین؟ شما که انسان نیستین؟ شما که عاطفه ندارین؟ من چی بهتون بگم؟ خافشان دا پرت و پلا نگو پسر. نه دیگه از پرت و پلا گذشته. شما ها زالوهایی هستین که با خون جوانای بدبخت مردم زندگی میکنین. من تا حالا احمق بودم که شما انگلای اشتباه رو نشناختم. ای کاش پاهای من میشکست و تو این لونه فساد نمیمدم. ولی شما گرگایی هستین که میش در اومدین. پس به فساد میخواستین من یه مرد شریفی رو که تمام عمرش رو وقف خدمت به مردم کرده از بین ببرم تای پلیدتون رو اجرا بکنی؟ حالا تازه پرت و پلا میگم؟ دیگه از لونه خدا داشتم. یا به دست شما حیوانای خوناشام از بین میرم، یا اینکه تا شارکم باقی اینجا رو سرتون خراب میکنم. خیلی زیادتر از تو خونه داری حرف میزنی. این همه رو از کجا آوردی؟ اینقدر زبون دراز نکن واسه سینت ضرر داره. تو مادر فولاد بره زبون درازی میکنی یا من که فریب تو رو خوردم؟ خفش انقدر داری بری نگو. نه خوشم نگو.
خدا جوانم کنید که رمه ایز نام از داشت کار میکنید الان حساب همه تو رو میرسم بیا جعفر رو جعفر برو بیرون و الان مثل سک میکنی کنه برو کنه برو کنه بله آقای رئیس دادگاه، این بود سرگذشت من. حالا شما خودتون قضاوت کنید. آخه من که در تمام مدت عمرم آزارم به مورچه‌ای هم نرسیده، چطور میتونم دستمو به خون یک انسان آلوده کنم؟ حالا هر طور شما امر بفرمایید من اطاعت میکنم. خودتون میدونید و خدای خودتون رو قضاوت کنید. جلسه دادگاه تمام شد. رأی نهایی دادگاه بعد از مشورت هیئت قضات اعلام خواهد شد. رأی نهایی دادگاه بدین شهر اعلام می شود. طبق محتویات پرونده و بنا به دلایل و مدارک و با ملاحظه شهادت شهود در محضر دادگاه، متهمین محسن فرزند اسماعیل شهرت نواریان 24 ساله و طبی فرزند جواد 33 ساله به 2 ماه زندان، مسعود فرزند صادق 38 ساله به 6 ماه زندان و محمود فرزند یعقوب شهرت رباطور 31 ساله به 4 ماه زندان و مهران فرزند افتر شهرت گوشگیر 35 ساله به جرم قتل غیر عمد به 10 سال زندان محکوم می شوند و جعفر و احمد از اتهامات وارده تبرئه می شوند. جعفر آقا ما خیلی به شما زحمت دادیم، امیدوارم ما را حلالمون کنید. نداشتم این حرفا چیه میزنیم برو جونم، بازم هرچی باشی شیراز ولایت اصلی تونه. قربون تو ببین آبجی، مواظب داشت احمد آقا باش، اگه پاشک گیریش دراست کرد برام بنویس تا بیام حقشی دفتر از میشه زرد. قربون تو سلامت، قربون تو برو بالا برو بالا سلامت به پای هم پیش سلامت از گردان گردون